دختر از قهرم بمون تو پیشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم. عاشق شدن خوبه اگه عشق تو باشه، تنهام نذار تا بی تو دنیام از هم نپاشه. تنهام نذار تا بی تو دنیام از هم فامو یه نفره بگم، حق داری بری برو، من که جای تو نیستم. داری فکر میکنی که دیگه من مال تو نیستم. کاش میشو چشما رو بست، باز کرد و به راحتی به روزای قبل باز کرد. ماها کنار هم بدون هیچ درد و رنجی، قصه ای نبود و نجر و بحثی. چیه میخوای به هم بگی باورش سخته؟ کیه اون که کنار تو تا ته شستش؟ اون که دیوونته مثل نفس نزدیکه به تو، میگه با تو بودن درداش و تزگینه یه اون نزدیک. اگر باشی غرق تو میشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم. از غم دلم دوره، آخه توی امید دیگه، دوریت محاله واسه جونم و میدم. دیگه دوریت محاله واسه جونم و میدم. از من نگذر نمیتونم، چون وابست است به تو جونم، محتاجم به نفس بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین. خرسند و سرفراز هستیم از اینکه بار دیگر با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز پنجشنبه 27 سپتامبر 2012 میلادی برابر با ششم مهر ماه 1391 خورشیدی میباشد. برنامه امروز را آغاز میکنیم با هم اخبار یک هفته اخیر ایران و دیگر نقاط جهان. در قسمت دوم گزارشی داریم از گوشه هایی از گردهمایی ایرانیان برلین در روبروی رستوران میکونوس در سالروز دومین ترور میکونوس در شهر برلین، و در پایان اخبار فرهنگی سیاسی اجتماعی از شهر برلین تقدیم حضورتان میشود. یادآوری میکنم تکرار این برنامه رو میتونید یک شنبه ساعت 8 شب از همین کانال مشاهده نمایید. توجه شما را به رویدادهای خبری هفته که گذشت جلب میکنم. در پی اظهارات و اعتراف رئیس سازمان انرژی اتمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر اطلاع رسانی نادرست به آژانس توسط مسئولین جمهوری اسلامی، 90 سناتور امریکایی قطعنامه‌ای برای افزایش فشار بر ایران به تصویب رساندند. در قطعنامه سنای امریکا از دولت باراک اوباما خواسته شده است از تمام اقدام‌های ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی استفاده شود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به دیدار میان کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران با گروه 5 به اضافه 1 گفت غیر ممکن است که ما انتظارات آنها برای تعطیلی فردا را بپذیریم.
تأسیسات هسته‌ای فردا در نزدیکی شهر قم قرار دارد و جمله مراکزی است که ایران برای در امان ماندن آن از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در دل کوه بنا کرده است و با انتقال تعدادی از سانترفیوژهای خود به این مرکز اقدام به غنی‌سازی 20% کرده است. گفتنیست بازرسان در تأسیسات فردا آثاری از اورانیوم غنی شده تا 27% یافتند و این هم بر نگرانی قدرت‌های غربی نسبت به احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران افزوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محافل دیپلماتیک اتحادیه اروپا مشغول مشورت و بررسی پیشنهادهای بریتانیا در ارتباط با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند. این تحریم‌ها از جمله بانک مرکزی ایران را شامل خواهد شد. همچنین گیدو وسترولله وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناقشه هسته ایران پرداخته و ضمن ابراز موافقت با تشدید تحریم‌ها اظهار داشت که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از فرصت‌های موجود برای انجام گفتگوهای جدی و پرمایه استفاده نکرده است. چهارشنبه 26 سپتامبر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای آخرین بار در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. توجه شما را به گزارش تلفنی همکارم مهدی رسولی در این باره جلب می‌کنم. آخرین سفر محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران به نیویورک با تنش‌های فراوانی همراه بود. او که قبل از سفر در آخرین جلسه هیئت دولت اظهار داشته بود باید به دنبال باز کردن راهی برای جهانیان بود، بار دیگر همانند تعداد حضور خود در صحن مجمع عمومی سازمان ملل که رکورددار رؤسای جمهوری ایران بوده، رکورد تعداد همراهان را نیز به نام خود کرد. تعداد هیئت همراه او چنان باعث حیرت شد که صدای اعتراض همفکران اصولگرای ایشان در مجلس ایران بلند شد و نمایندگان مجلس را بران داشت که از او خواستار توضیح برای این سیاحت خانوادگی به منحتن شدند. احمدی نژاد که مشهور به رئیس جمهور جنجالی و خبرساز می باشد، دبیر کل سازمان ملل را واداشت تا قبل از آغاز رسمی مجمع تذکراتی را به ایشان بدهد. بان کی‌مون در دیدار خود با احمدی نژاد نسبت به عواقب لفاظی و اظهارات تحریک‌آمیز هشدار داد و همچنین خواستار جلب اعتماد جامعه بین‌المللی در سخنرانی ایشان شد. از آنجایی که یکی از کارهای مورد علاقه آقای رئیس جمهور مصاحبه با رسانه‌های خارجی می‌باشد، این بار نیز در بدو ورود با رسانه‌های مشهور آمریکایی مصاحبه‌های متعددی انجام داد و هرچند سعی بر آن داشت تا این بار چهره‌ای صلح‌طلب و میانه رو از خود بسازد، ولی باز هم نتوانست ادبیات سیاسی خود را تغییر دهد. ایشان اسرائیل را کشوری بی‌ریشه در جهان دانست و تهدیدات نخست وزیر اسرائیل برای حمله به ایران را بلوف و لفاظی نامید. رئیس جمهور ایران در دیدار با جمعی که نخبگان آمریکایی نامیده شدند، بر اظهار تمایل به سرگیری روابط با دولت آمریکا تکیه کرد که واکنشی تندی از سوی مجلس و حامیان آیت الله خامنه‌ای به همراه داشت. احمدی نژاد که نخستین سفرش در سال 1384 با حاشیه‌های فراوان خاله نور همراه بود و در سفرهای بعد خود سعی بر الغای ناکارآمدی ساختار سازمان ملل و محکوم کردن ایالات متحده در انفجار 11 سپتامبر، همچنین تغییر سیاست مدیریت جهان با همکاری جمهوری اسلامی داشت، در آخرین سفر خود به نیویورک خواستار اصلاح نظام حاکم بر جهان شد. او از ساختار انحصاری قدرت‌های جهانی و سلطه‌گری کشورهای قدرت رسمان انتقاد کرد. نمایندگان کانادا که پیشتر نیز از سازمان ملل درخواست کرده بودند به احمدی نژاد تریبون ندهید، به هنگام سخنرانی رئیس جمهور ایران صحن مجمع را ترک کردند. هیئت آمریکایی نیز از ابتدا در محل سخنرانی حضور نداشت و آن را به جهت رویه سخنرانی احمدی نژاد و نیز تناقض در رفتار و گفتار ایشان تحریم کردند. هرچند بان کی‌مون رسیدگی به بحران سوریه را یکی از محورهای اصلی امسال خوانده بود، ولی رئیس جمهور ایران درباره بحران حاکم بر سوریه بزرگترین متحد منطقه ایران چیزی نگفت. او همچنین اشاره‌ای به تنش‌های اخیر ایران با جامعه جهانی به سبب پرونده هسته‌ای نکرد. احمدی نژاد با اشاره به مواردی از نابسامانی‌های موجود در جهان گفت: برنامه‌ریزی توسعه مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری با حرکت دایره‌ای بسته موجب رقابت غیرسازنده و مخرب شده و در عمل شکست خورده است. وی تأکید کرد ادامه وضع موجود نمی‌تواند سعادت جامعه بشری را تأمین کند.
همه از وضع موجود و نظام حاکم بین المللی ناراضی هستند و نظام حاکم بر جهان را به دست مدعیان دستفرده به شیطان دانست. احمدی نژاد راه برون رفت جامعه جهانی از مشکلات را در ایجاد نظم و اندیشه نوین دانست. اندیشه و نظمی بر مبنای اعتماد و محبت که در آن حاکمان عاشق مردم باشند. رئیس جمهور ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل نیز راهکارهای ارائه داد و با شعار زنده باد بهار آخرین سخنرانی خود را به پایان رساند. ادامه اخبار. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در جدیدترین اظهار نظر خود بیان داشت جنگ بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد و نمیتوان منکر آن شد، حال اینکه در چه زمانی و چه مکانی معلوم نیست. پیشتر نیز وزیر دفاع خبر داده بود ایران خود را برای یک نبرد بزرگ آماده کرده است. همچنین سرتیب امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه ضمن هشدار به بروز جنگ جهانی سوم مقامات امریکا را تهدید کرد. در صورت بروز جنگ ایران به کلیه پایگاه‌های امریکا در منطقه حمله خواهد کرد و جنگ به صورت تمام کشورهای منطقه را فرا می‌گیرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران و هایر بینفیلد گزارشگر ویژه در امور آزادی مذهب و عقیده اعلام کردند که ظرف 2 سال اخیر حکومت ایران بیش از 300 مسیحی را به زندان انداخته است. به گفته این دو، مسیحیان در ایران در فضایی آکنده از ترس زندگی می کنند. آنها صرفاً جهت انجام فرایض مذهبی خود دستگیر شده و به آنها اتهامات امنیتی زده می شود. این دور کنفرانس حقوق بشر اعلام کردند تغییر دین جزء حقوق بشر است و حکومت ایران باید بدون قید و شرط این حق را به رسمیت بشناسد. همچنین دو فعال حقوق بشر خواستار رسیدگی حقوقی به وضعیت زندانیان مسیحی در ایران شدند. در پی اقدام یک نشریه فرانسوی به انتشار کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید ایران اظهار داشت باید سفارت فرانسه در تهران تعطیل و سفیر این کشور اخراج گردد. در همین راستا گروهی از نیروهای لباس شخصی بسیجی و جمعی از طلاب حوزه علمی تجمعات اعتراضی را مقابل سفارت فرانسه در تهران برپا کردند که پس از حضور و سخنرانی برخی از نمایندگان مجلس این تجمع با صدور بیانیه به پایان رسید. همه ساله از دانشجویانی که در راه صلح، حقوق بشر و دموکراسی فعالیت می‌کنند با جایزه صلح دانشجویی در نروژ قدردانی می‌شود. امسال مجید توکلی دانشجوی رشته مهندسی کشتی‌سازی دانشگاه امیرکبیر و از رهبران جنبش دانشجوی ایران که از سال 1388 تاکنون در زندان به سر می‌برد برنده این جایزه گردید. دسترسی به سرویس جیمیل از شامگاه یک شنبه دوم مهر ماه در سراسر ایران غیر ممکن شد. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر گروه مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد گوگل و جیمیل بنا به درخواست مردم در واکنش به پخش فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام فیلتر شدند و وزیر اطلاعات اختلال در جیمیل را به حکم دادگاه مرتبط دانست و گفت گوگل در ایران مشکلی ندارد. این در حالی است که در پی فیلتر شدن گوگل و جیمیل در ایران برخی مراکز سیستم‌ها کارمندان خود را به فیلتر شکر مجهز کردند. گفتنی است ایران از اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم نام می‌برد. جنگ نرم از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ایران تهدیدات فرهنگی اجتماعی دشمنان علیه حکومت ایران است که شامل انقلاب مخملی و عملیات روانی رسانه‌ای می‌شود. و آخرین خبر این که وزارت بهداشت بعد ماه‌ها اظهارات ضد و نقیض بالاخره تعداد معتادان قطعی کشور را تا 2,200,000 نفر اعلام کرد. آمار معتادان در حالی در 5 سال گذشته یکسان گزارش می‌شد که سازمان پزشکی قانونی کشور در گزارشی که در سال 1390 منتشر کرد اعلام کرد میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر چه در زنان چه مردان افزایش چشمگیری داشته است. همچنین روزنامه مغرب در گزارشی از کشف و پرورش غیرقانونی ماریجوانا در برخی مناطق آپارتمان‌نشین در شهرهای شمال تهران خبر داد. در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گرد همایی ایرانیان شهر برلین در مقابل رستوران میکروس در آستانه 20مین سالروز ترور.
20 سال قبل صحبت بکنیم که شما اینجا گویا باید تشریف می‌داشتیم ولی نبودیم. اگه این کاندل کوتاه برام بسازید. چشم. خیلی ممنونم اولا از شما که این شانس رو به من میدید با بینندگان شما یا با شنوندگان شما حرف بزنم. واقعیت اینه که دکتر شرفکندی خیلی دلش خواسته بود که من عضو حزب نوکاد کردستان بشم. به همین دلیل به همایون اردلان که دوست صمیمی من بود خواهش کرده بود که من عنوان مترجم بیام در کنگره اینترنشنال سوسیالیستی شرکت بکنم و مترجم باشم. من متوجه شدم البته اینو همایون از من خواهش کرد، گفتم باشه من میام. من در اون زمان دانشگاه درس میدادم و یکی از شاگردای آلمانی من گفت که شما که میخواید برید برلین برای دوشنبه آینده شما درس دارید، بذار برنامه رو ما تو کامپیوتر رشن سنتروم میبینیم آلمانی رشن سنتروم تمام بکنیم بعد برو. این اینقدر لفتجاش 5 دقیقه 6 دقیقه دیر شد. وقتی اومدم خونه دیدم که توفیق شوفر اروپایی دکتر شرفکندی نامه نوشته روی کاغذ زرد که ما موسا اومدیم در خونه نبودی، کاکسین گفته که ما در برلین آقای نوری دپولی رو میبریم، اشکال نداره، از اون طرف برگردیم میایم خونش. من خودم آماده کرده بودم که دکتر شرفکندی روز جمعه یا روز شنبه با دوستانش پیش من بیان در هایدلبرگ، ولی متاسفانه به قیامت افتاد و ما نتونستیم. این بود که من نتونستم بیام که در این به اصطلاح بحث شرکت بکنم. نمیدونم حالا این میگه بعد از مرگ سهراب نوشدارو، این حدث منه، میگم اگه من بودم با اون وضعی که پیش آمده بود امکان داشت من اجازه ندم اینجا باشیم، گفتیم بریم یه جا دیگه. چون گفته بودن بچه هاش جمعه شب و با شب جمعه روز جمعه عصرش اشتباه گرفته بودن و بعد به جای 20 نفر دعوت شده 8 نفر اومده بودن و خود چیز آقای دشمالچی اینو با من دوست فرویز دشمالچی گفت. حالا این جریان اتفاق افتاده دیگه، اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی کار خودش کرد، کار خودش کرد و بزرگترین جنایت تاریخ، یعنی یک لکه سیاه در تاریخ ایران میمونه که مخصوصا در تاریخ ایران دیکتاتوری جمهوری اسلامی میمونه که این رهبران و کرد و دوستداران و هواداران و کرد و از بین بود. تشکر میکنم. خواهش میکنم. این یک واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران در هر زمانی که برایش ممکن باشه از لحاظ سیاسی از لحاظ عقیدتی این ترورهای خودش رو انجام میده و در عقیده من رژیم جمهوری اسلامی ثابت کرده که یک رژیم تروریستیه و تروریسم رو در سراسر جهان ادامه میده. بنابراین من فکر میکنم که احزاب اپوزیسیون ایران باید همیشه بر این مسئله آگاه باشن که رژیم از این رفتار خودش عقب نشینی نکرده، ولی اگر الان بعد از این مسئله بسیار دادگاهی میکنست ثابت شد که رژیم اسلامی ایران این ترورها رو انجام میده، شاید از این مسئله عقب نشینی کرده باشن ولی از سیاست خودشون دست نکشیدن. ولی ترورهای داخلی ادامه داره، زندانی ها ادامه داره، نظیرتون در مورد چیه؟ ببینید رژیم جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که هیچ عقیده‌ای به دموکراسی، به آزادی بیان، عقیده، آزادی ملیت‌های ایران و غیره نداره. بنابراین سرکوب در ایران همچنان ادامه داره. و روز نیست که نخونیم در روزنامه‌ها، در مطبوعات که روشنفکران، روزنامه‌نگاران، وکلا و غیره در ایران زندانی میشن و به اصطلاح مجازات میشن. بنابراین این هم خودش این نوع تروره، ترور عقیده است، ترور عقیده سیاسی، ترور آزادیه. شما خواستهاتون از اپوزیسیون چی هست؟ الان زمانی فرا رسیده که اپوزیسیون ایران زمانی فرار رسیده که ملیت‌های ایران باید بر اساس یک پلتفرم سیاسی مشترک به اصطلاح وحدت کنند برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و این وحدت و این نزدیکی به عقیده من باید هر چه زودتر اتفاق بیفته.
اتحاد ما باعث ضعف بیشتر رژیم جمهوری اسلامی ایرانه و این روز فراخواهد رسید که جمهوری اسلامی نه بسیار پایدار نخواهد موند و از بین خواهد رفت. رستوران پرسپولیس افتتاح شد. نان داغ، کباب داغ. انواع کباب‌ها و خورشت‌های خوشمزه ایرانی در رستوران و شیرینی سرای پرسپولیس در مرکز شهر برلین، کورفورستن اشتراسه شماره 127 در 10785 برلین. شماره تلفن 03-450-86-734. غذاهای مخصوص رستوران سرای از دوشنبه تا جمعه ساعت 12 تا 16 بعد از ظهر هر چقدر دوست دارید میل بفرمایید. انواع خورشت‌های خوشمزه و کباب‌های ایرانی، پیش غذا و دسر برای هر نفر فقط 6.90 €. رستوران سرای واقع در اولندشتراسه شماره 142 نبش دوسلدورف اشتراسه در منطقه ویلمسروف. تلفن اطلاعات 03-863-96-664. سوپرمارکت و شیرینی سرای پرسپولیس افتتاح شد. آدرس کورفورستن اشتراسه شماره 127 در 10785 برلین جنب رستوران پرسپولیس. شماره تلفن 03-323-2873. دیگه هیچ راه نداره بر مسافرت بهونه بیاره، هر وقت که بخواد قرار بذاره بلیتو میتونه به دست بیاره، فقط یک تلفن مایه یکاره، ایروپلان تو کن شیرین میکاره، کامران خطیبی تو کارت بی رقیبی، به درد هر مسافر تو مثل یک طبیبی. ایروپلان شهرهای کل، دورتموند و فرودگاه کلنبون آلمان، بزرگترین آژانس مسافرتی ایرانی در سراسر اروپا. ایروپلان با مدیریت مدبرانه کامران خطیبی و همکاری همایون به همراه مسئولان فارسی زبان و بین المللی ارائه دهنده عالی ترین سرویس برای سفر بر هر نقطه جهان. هارتنکشوله بزرگترین آموزشگاه خصوصی زبان خارجی در برلین با بیش از 40 سال فعالیت درخشان و آموزش به بیش از 100,000 نفر علاقمند به فراگیری زبان. Ich komme aus Mosambik. Hallo, ich komme aus der Mongolei. Ich komme aus dem Sudan. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Kuba. Ich komme aus Polen. Ich komme aus China. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus der Mongolei. Ich lerne an der Hartnackschule Deutsch. Hartnackschule Berlin, واقع در ماتشستراسه شماره 5 در 10777 برلین منطقه شونبرگ در نزدیکی اوبانهوف نولندورف پلاتس. این 20 رستوران الردا با انواع لذیذترین کباب‌های ایرانی، جوجه کباب، کوبیده، برگ، سلطانی، غذاهای خوشمزه لبنانی و غذای ویژه هفته با بهترین و مرغوب‌ترین کیفیت آماده پذیرایی از شما عزیزان است.
قبول سفارشات برای جشن ها و میهمانی های شما با قیمت های بسیار مناسب. آدرس ال ردا هوتنشتراسه شماره 69 در 10553 برلین. شماره تلفن 03-391-11-19. مرکز پخش مواد غذایی ایرانی، افغانی، هندی و پاکستانی. انواع برنج‌های باسمتی و مواد غذایی روزانه خود را به صورت خورده و عمده فروشی می توانید از این مرکز تهیه نمایید. به تخفیف‌های ویژه تیس فود توجه بفرمایید. آدرس تیس فود واقع در اشتغام اشتغاسه شماره 11 تا 17 در 10551 برلین اوبانهوف تور مشتغاسه. تلفن 397-89-770، فکس 397-89-772.